درود بر شما. 15 دسامبر 2023 سینما ایمپریال. امشب مونتریال میزبان خواننده‌ایه که شکوفه ریز اومده اما عزیز اومده. این برنامه توسط دیجیتال زون کانادا و استارت نیشن ایونتس برگزار میشه. خب بیشتر از این دلایی که دلک شده رو منتظر نمیذارم و ازتون دعوت میکنم که در کنسرت لیلا فروهر همراه ما باشید. توی دنیا هر کسی یه شکلی نونو در میاره، زندگی میچرخه، خودی نداره، تو دو روز هستی بسه ننگو. آره جونم دفت زفت کاری کار نداره، ماری خودی خانم لیلا فرقان. سال 1986 ایران رو ترک کردم، البته نه به صورت قانونی، به صورت مملکت ما هنر خوانندگی یک زن بخواد به خونه یا بازیگر باشه گناهه. چیزی که خیلی باعث میشه که حمایت کنیم این هستش که اول یه دختر خاله دارم استرالیا که عاشق لیلا جونه، از بچگی همیشه اینقدر آهنگای لیلا رو تو گوش ما گذاشته و خوندیم که باش خیلی نوستالژی داریم. یکی این که اگر حمایت نکنیم کنسرت‌های ایرانی رو، خب خیلی بیشک تو شبای زمستون باید حتما کنار شومینو تلویزیون بشینیم تنها، و اینکه میایم بیرون از خونه و حمایت میکنیم بی نظیره. دفعه اولتون اسپانسر میشین؟ نه تقریبا، نه تقریبا، به خاطر که دوست دارم حمایت کنم. نه برای دریا دادور عزیزم حالا حضور داشتم، برای خیلی خواننده اسپانسر بودم، برای فرمرز اصلانی هم به زودی همسرم اسپانسرن. بسیار عالی. کدوم یکی از آهنگای لیلا رو خیلی دوست داری؟ سلام گل. میتونی یه بخش برامون بخونی؟ نه واقعیتش اصلا نمیتونم، نمیشه رو امضای لیلا جون چیزی رو یاد داشت کرد. خب نه اینکه حالا آواز بخونین، اینکه یه بیتش رو برامون بخون. آره میگه سلام گل به تو ای گل نشونم، سلام گل به تو ای گل نشونم، سلام از من یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه جونم، خوش اومدی خوش اومدی بخونم.
بهشت منو پرویز و بهار من همین تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست. بهشت منو پرویز و بهار من همین تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست. حالا سلام گل به تو ای گل نشونم، سلام از من یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه جونم، خوش اومدی خوش اومدی. کدوم یکی از آهنگای لیلا رو خیلی دوست دارین؟ همه شونا، مخصوصا دل دل که یاد دوران جوونی ها میفتیم. شما هم تو عروسیاتون با دل دل خیلی رقصیدی؟ بله یه زمانی، ولی الان که نه دیگه، دخترها بچه هامون میرقصن. بسیار عالی. به جز دل دل که نام بردی، دلتون میخواد که کدوم آهنگش امشب حتما اجرا بکنه؟ همه آهنگای لیلا خیلی زیباست، مخصوصا شعری که جدیدن برای وطن خونده بود، برای خاک ایران خونده بود. یک کنسرت خیلی زیبایی بود که من چندین بار دیدمش. لیلا شخصیتیه که همیشه تو اوج بود و این برام خیلی یعنی واقعا برای من پوان مثبت بود که لیلا هیچ گونه نقاط ضعفی تو دوران خوانندگیش نداشته، همواره تو اوج بوده. دفعه اولتونه میایین کنسرت لیلا؟ بله. کدوم آهنگشو خیلی دوست داری؟ ولی همه که با آهنگای لیلا همه خاطره داریم، من همه‌شو واقعا دوست دارم، همیشه بچگی دوست داشتم، ولی خب دلیده دیگه کلا تو مهمونیا میتره کنه دیگه. خب حالا از این دلیده برای ما میتونین بخونین یه ذره؟ صدام که قشنگ نیست عزیزم. ولی میتونم. یادم نیست. ای دل تو خریداری نداری، ای دل تو خریداری که نداری، افسون شدی و یاری که نداری، ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. نفیم به تو ای دل دل حافظ، تو فکر یعنی بزاری نداری، ای دل تو خریداری که نداری. دفعه اولتونه که میان کنسرت لیلا؟ بله. کدوم یکی از آهنگاشو خیلی دوست داری؟ خیلی از آهنگاشو دوست دارم، مخصوصا وقتی شیرازی میخونه خیلی باش حال میکنم، چون خودم شیرازی هستم. یک آهنگ بسیار زیبا شیرازی داریم اینجا امشب. آهنگ راه شیراز رو ما تنظیم جدید کردیم، براتون اجرا کردیم، چون من خودم هم خانواده مادریم شیرازی هستم. ها کاکو آقا، اون قسمتی که میگم راه شیراز برای تو دوره، عاشق نازنینت صبوره، غم مخور میرم و بر میگردم، با تو نمزاد و همسر میگردم. نه دفعه دومه، اولی بار فکر کنم 8 سال پیش بود. بسیار عالی. کدوم آهنگشو خیلی دوست داری؟ اکثر آهنگاشو دوست دارم، خاطره دارم، خودشو خیلی دوست دارم، ولی یه آهنگ که الان تو ذهنمه، تو بازار مکاره چه سختیایی داره، هر کی تو جنب و جوشه آرزو میفروشه. به به، مرسی. به عنوان کسی که خب خیلی نسل جدید هستی، چرا به لیلا علاقه داری؟ چی میشه که از آهنگای لیلا خوشت میاد؟ خب آهنگاش شاده و مثلا میدونین مثلا 50% آهنگای ایرانی مثلا افسرده است و فلان، در مورد چیزای ناراحت کننده حرف میزنه، ولی آهنگاش خیلی مثلا خوبه و ریتمشو خیلی دوست دارم، فلوش. آره. تو مثل یه روز قشنگ یا بدایی، اومدی به آسمون قلبم بیتا، اومدی از سرزمین آرزو، نقره ای تر از شبای مهدایی. تو مثل یه روز قشنگ یا بدایی، اومدی به آسمون قلبم، حالا بهانه ای
شما یکی از حامیان این برنامه هستین، علت این که حامی شدید و اسپانسر شدید چیه؟ خب دوست داشتم که در واقع استقبالی باشه و تشویق کنم از این کامیونیتی ایرانیا و لیلا فروهر عزیز و به هر حال خب همزمان به هر حال مونتریال من قدیمی هستم و دوست داشتم که یک کار کوچولویی کرده باشم برای این ایرانیای عزیزم. کلاغای خبرچی میان هزار تا دسته، پرهای شکسته میگن که عاشق تو تو انزوا نشسته. کلاغای خبرچی میان هزار تا دسته، پرهای شکسته میگن که عاشق تو تو انزوا نشسته. دفعه اولتون میای این کنسرت لیلا؟ آره بار اولمه. چطور بوده تا اینجای برنامه؟ خیلی عالی بوده، من واقعا عاشق لیلام و بی نهایت اصلا یه حال و هوای خیلی خوبیه، منو یاد جوونی های موقعی که مامانم جوون بود با آهنگاش میرقصید میندازه، واقعا برام لذت بخشه. توی نیمه اول کدوم آهنگی رو که خوندن از همه بیشتر دوست داشتی؟ قطعا دلی دل. آره خیلی، همیشه هم با همون هر مهمونی بریم ترجیح میدم که برقصم. پس هنوزم برای مهمونی مناسبه؟ آره تازه میخواستم بگم تو قبلش به بچه‌ها میگفتم باید بگیم اینو چند بار بخونه، یه بار کمه. بسیار عالی. دلت میخواد که تو نیمه دوم چه آهنگی خونده بشه؟ من راستش جونی جونم خیلی خودم آماده کردم واسه جونی جونم که باش برقصم. دوست دارین که کدوم آهنگش رو تو نیمه دوم بخونه؟ آهنگ جونی جونم. آره. خب بعد میبینم که شما منتظر بیبی هم هستی. بله من هفته 38 بارداریم. مبارک باشه، پیشا پیش قدمش و فکر میکنم که نسل چندم میشه که داره لیلا گوش میده. نمیدونم، فکر کنم سوم چهارم میشه. بله دفعه اولم، چون تقریبا دو سه سال اومدم مونترال و قبلش که کرونا بود اصلا نتونستیم، همه کنسرت ها تعطیل بود و دفعه اولمه. بله خیلی هم خوشحال هستم. توی نیمه اول کدوم آهنگو از همه بیشتر دوست داشتی؟ خب برای نسل من بشه اون دلی دل خیلی مشهورتر بود، ولی دو پرنده هم بود، همه آهنگا مشهور بود، ولی اون دوتا رو خیلی بیشتر از همه دوست داشتم. دلتون میخواد تو نیمه دوم کدوم آهنگو بخونن؟ آهنگ جونی جونم که فکر کنم دیگه اصلا امضای ایشونه، اونو خیلی دوست دارم. جونی جونم بیا دردت بجونم، شب مهتاب سی تو باز میخونم. جونی جونم بیا دردت بجونم، شب مهتاب سی تو باز میخونم. جونی جونم یا جونم بیا دردت بجونم، شب مهتاب لبه دفعه اولمه. چطور بوده تا اینجای برنامه؟ عالی عالی، ماشاءالله به این صدا، ماشاءالله به این انرژی. پلی بک نمیخونن و صدای خودشون هستش و واقعا واقعا کارشون حرف نداره. موزیک ما لایوه، ما اصلا هیچ گونه سیکوئنسی نداریم توی سازهامون. برزی 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 چه ما موسری تزی برزی 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 چه ما موسری تزی دستم بدو دستی دستم بدو دستی و کالو مای برزی و کالو حالا بیا ماشاءالله
کنید که لیلا الان به جای من ایستاده، دوست دارید که چی بهش بگید؟ بهش میگم که نه اینکه الان کنسرتش هست بخوام بگم، ولی من از زمانی که خیلی جوانترم بودم خیلی از لیلا خوشم میامد، از شخصیتش، از کاریکترش، توی هم ردیفای خودش ایشونو خیلی بیشتر از بقیه دوست داشتم، اصلا لذت میبردم ازش. بهش میگفتم خوشحالم که امشب میبینم. میخوام بگم که ادامه بدن و انشالله که موفق و موفق تر. بهش میگم دوست دارم. خواهم بگم من خیلی ازتون دوست دارم و شما تو وایس آف پرشا بودین، خیلی دوست داشتم. خیلی دوستشون داریم، واقعا خاطرات ما رو زنده کردن، خاطرات زیادی با هنگاشون داریم. انشالله که همیشه سالم و سرزنده باشن، برای ما بخونن، بیشتر بخونن. لیلای عزیزم خیلی خیلی ممنون که با آهنگای خیلی زیبات واسه ما خاطره میسازی، تک تکشون خاطرن، و مرسی که اومدی مونتریال و ما افتخار اینو داشتیم که بتونیم تو کنسرتت شرکت کنیم. خیلی دوستت داریم، مرسی. براشون آرزوی سلامت و تندرستی میکنم و نسل من خیلی بهشون احترام میذاره به خاطر این بازه 50 ساله‌ای که کارهای هنری بسیار زیبایی برای نسل ما آفریدن و ازشون ممنونم که اومدن مونترال و براشون بهترین ها رو آرزو میکنم. به لیلا جون میگم که لیلا خیلی زیبایی، تو ده همیشه تو دل مردم جا داشتید، الان هم دارید، امیدوارم که همیشه این زحماتتون رو که کشیدید و اطرافیان مخصوصا خواهر عزیزشون براشون خیلی زحمت کشه، همیشه به یاد داشته باشند و بدونن که ایرانی هستند و مال ایران هستند. امیدوارم این کنسرت تو ایرانش را بشه. آرزو میکنم زندگی جوانان ما پر از لبخند، پر از شادی و پر از امید به آینده باشه تا بتونن برای آینده خودشون تصمیم بگیرن. زندگی ادامه داره بد و خوب، زندگی ادامه داره هم وطن، ولی دیوار ستم نشکنه جز به دست اتحاد تو و من. یا ابرمون و فریاد بزنیم تا کجا باید که بندگی کنیم. پاشو که زن زندگی آزادی رو سر بلند و ساده زندگی کنی. زن زندگی آزادی